تر ز چه باقیست که لب خشکیده است، نو شکفتست و به هر قنچه لبش خندیده است. روبرو روبرو هم چو دو مصرا، دو ابرویش بین شاه بیت است و حق از شعر حسن بگزیده است. دی چون مشتریش ماه شب چارده، و سیزده بار زمین دور قدش گردیده. به تضمین این مصرع از یه شاعر شاعر دیگه رفت، آنجا انسانی تضمین زده. عازم بزم وصال است و حسن غیرت دریق، تا که در حسن ببیند چه بساطی چیده. روز عاشورا زانو زد مقابل علی اکبر، خواست علی اکبر بره، گفت پسر عمو جان اذن میدی؟ رخصت میدی؟ اجازه بده من فدایت بشم. فرمود پسرم اخلاق بابامو میدونی، به جدش رفته، جدش پیغمبر اول عزیزترین کسش علی رو میفرستاد، بابام تا من نرم به هیچ اجازه نمیده. بزا برم جدم چش براه، بزا برم مادرم زهرا چش براه. این آزاده وقتی دید حسین، آخه با جوانای بنی هاشم اومد، وقتی دید حسین رو بدن اربن اربا افتاده، جیگرش آتیش گره، آی سوخته. شاید زیر لب به باباش میگفت بابا جان اون زهری که مدینه به شما دادن کشنده تر بود، یا این که من ببینم علی اکبر اربن اربا شده و من زندم. خلاصه بعد از علی اکبر جزو اولین ها بود که به میدان رفت، اومد اجازه بگیره. دیدین عمو، عموی دیشب نیست، اخمها تو همه قاسمم، برو نمیخواد بری. عمو جان برو گفتم، عمو اومد تو خیمه زانوی غم بغل گره، شروع کرد گریه کردن. مادر اومد یه نگاه کرد، گفت قاسمم چگونه تو را میبینم؟ گفت مادر جان عمو جوابم کرد، این عمو عموی دیشب نیست. نجمه لبخند زد، فرمود قاسمم قصه نخور، بابات فکر همه جا رو کرده. سه ساله بودی یتیم شدی. میشه اینجا یه پرانتز باز کنم؟ به قول این تلویزیونی ها میگن، فارسیشو بگم، رفتن به جلو. ما اینجا بریم جلو و بر میگردیم همینجا. سه ساله بودی یتیم شدی. گاهی یه وقت سر قاسم میرسید به محملی که رقیه بود، میگفت پسرم او سه ساله بودی یتیم شدی، بابام پدری کرد، عمو عباسم بزرگت کرد، داداشام بالا سرت بودن، منم سه سالگی یتیم شدم. از روز اول صورتم می سوزه، از روز اول یه لشگر یتیم نوازی کرده، تا گفتم بابا زدن منو،
جانم جان جان، گریه ها انشاءالله در پیش داریم. آرام آرام مهدیه امام حسن و روزه حضرت تقصیب میشه. برگرد تو خیمه، نجم فرمود پسرم بابات فکرم جا رو کرده، 3 ساله بودی یتیم شدی، بابات روزای آخر یه هرزی به بازود بست، یه نامم گذاشته، فرمودین نامه رو هر وقت دیدی بزرگترین غم عالم به دلش نشست بهش بده. قاسم چست نامه بابام کو، قربون بابام بشم. پشتر مادر را افتاد، از تو شاروخ بسته صندوقچه این نامه رو داد، نامه رو بوسید، رو چشم گذاشت، باز کرد. قاسم کربلا میری با حسین، عاشورا میاد از هر دری رفتی، حسین ردت کرد از راه دیگه برو، مبادا عقب بمونی از قافله. یا امام حسن ما از قافله عقب موندی. الهی هیچ مسافری از رفیقاش جا نمونه. آی حاج عبدالله عرب نجفی کجایی؟ شب عملیات کربلا چهار خواستیم بریم، بچه های کم سن و سال 13-14 ساله به پاش می افتدن، ما رو هم ببرد، می گفت شما باید بمونید خیمه ها رو بپایید. می گفتم این همه مهربونه چرا سنگ دل شده می اومد؟ می گفت حالا اینا جا دارن. ای خدا نامه رو گرفت، دوید سمت عمو. عمو جان براد از بابام نام آوردن. امام حسین انگار مژده بهش دادن، دست خط برادر گرفت تو سینه، رو چشما نگاه کرد، نامه رو که دید عشق ریخت، عشق ریخت. یا الله، گفت میخوای بری میوه یه دلم؟ گفت امو جان بذار. امام حسین فرمود عباس جان، کوچکترین زره و کوچکترین خود رو بیار. هرچی زره تنش کرد دید زره ها بزرگه، هرچی خود گذاشت رو سرش دید خودها بزرگه. امام حسین یه دفعه شروع کرد گریه کردن. چی شده؟ با خودش شاید اینجور گفت: خدایا علی اکبرم زره به تن رد، بدن اربن ارباد شد، اگه این بچه بی زره بره چه بلایی به سرش میارم. میخوای بری صبر کن. حضرت کفن تن قاسم کرد، به به، یه دستار بده عباس جان، لبیک یا حسین. دستار داد، خود امام حسین یه عمامه دور سر قاسم بست، دست گرفت زیر چونه قاسم، سرشو بلند کرد، با حیا چشم پایین افتاده دوباره بلند کرد، دیگه زیر چشم عمو رو دید، گفت عمو به قربونه بره، بغلش کرد، بغض قاسم شکوفا شد. اینجا شهید مطهری هم عنان اختیار از کفش رفته، میگه ساعتی گریه کردم،
من از شما میپرسم این منظره رو عباس میدید چه برسه شما؟ هی دست ها رو به من فشار میده. عباس تو باشی و قاسم به میدان بره. عباس عباس عباس. از اون طرف زنها دارن میبینن، جلودار زنهای خانومیه. جانم زینب، سینه روی سینه گذاشت با علی اکبر، اینجوری وداع نکرد. من این بیت رو پیدا کنم. گفت شرمنده احسان عمویم همه گفت شرمنده احسان عمویم همه عمر. او که پیش از پسر خیش، میشه اینجا بگی بیش از، او که بیش از پسر خیش مرا بوسیده. علی اکبر گفت برم برو سری بعد او رو در آغوش گرفت بوسید، اما قاسم رو بغل گرفت، سینه روی سینه اومد. امام میدونه با سینه قاسم چه میکنه. آقا من یادم نمیره برادر من سوخت از دنیا رفت، خدا سوختهای ارک رو هم رحمت کنه. برادر من حدود شاید 30 سال 26 7 سال سوخت از دنیا رفت. گاهی میشد مثلا من تو مدرسه درس میدادم، میمادم میگه آقا مادرت زنگ زده. گوشیدم داشتم مادرم گریه میکرد. چیه؟ میگم الان داشتم گاز روشن میکردم دستم سوخت، یاد داداشت افتادم، آروم نمیتونم بگیرم. آدم وقتی همچی اتفاقی میفته با دیگه یه ذره شبیه اون، هر جا اتفاق میفته آدم میره سراغ ریشه. سینه رو که رو سینه گذاشت، انگار هر دو یاد بین در و دیوار افتاده. اونجا سینه سوراخ شد که اینجا اینا باید اذیت شد. بمانه ساعتی گریه کردن هر دو از حال رفتن، بعد قاسم روانه میدون کرد. حسرت پاش به چشمان رکاب است هنوز، این نهالی است که بر سر قدش بالیده است. مهار اسب و عباس گرفته، ابی عبدالله برا بدرقه اومده. جستی زد و بر مرکب سوار شد. به 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 به، نگاه کردن دیدن پاش به رکاب نمیرسه. خرامان خرامان رفت به سمت دشمن. همه متعجبن این دیگه کیه؟ حسین کارش به جایی رسیده، نو نهال به این کم سنی رو فرستاده. اومد مقابل لشگر فریاد زد، این تون کرونی فعل ابن الحسن سبت النبی المصطفی منتحر. تا اسم حسن اومد گوشها تیز شد، عطاز لشگر دشمن گفتن وای 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 این پسر حسنه. به قد و بالاش نگاه نکنید، عقب کشیدن. ازرق گل خور دقت کو چی میگه؟ اهل کوفه از شمشیر حسن با خبر بودن. ازرق گل خور، ازرق شامی با هزار سوار برابری میکنه، چهار تا پسر داره. عمر صد رو کرد گفت ازرق کار این بچه با توه. یه نگاه کرد به کوچکترین پسرش، یالا برو کارو تموم کن. پسر اول آمد به اندک حیلتی، به اندک چرخشی،
سر از بدنش جدا کرد ابن الحسن. دومی سومی یکی از اولاد ازرق داشت فرار میکرد، قاسم اومد کنارش رکاب به رکاب، گیسوانش رو بسته، گیسوی او رو گرفت کشید از اسب پایین. دونه دونه پسرای ازرق رو به خاک زد، دونه دونه سه الا چهار پسر رو، هر یه دونه این زمین میخورد. حسین میگفت الله اکبر، زنها تو خیمه میگفتن الله اکبر، زینب لبخند میزد به نجمه، نجمه سر پایین مینداخت میگفت یا امام حسن.